در گروال مهدی العراقی از فرماندهان مخالفان دولت لیبیا به رسانه ها گفته است خیمس قذافی پس از جراحت شدید که در یک درگیری برداشته بود کشته شد. هرچند اجساد گروه از نیروهای دولت قذافی که در جریان درگیری شدید دچار سوختگی شده قابل تشخیص نیست، اما برخی سربازان اسیر شده ارتش لیبیا گفتند که اجساد کشف شده از محافظان خیمس هستند. از سوی هم احمد بنی سخنگوی نظامی مخالفان دولت لیبیا میگوید عبدالله سمسویی شوهر خواهر دگروال قذافی و رئیس سازمان اطلاعات این کشور نیز در این نبرد کشته شده است. همزمان با این دولت در جزایر حضور صفحه همسر دگروال قذافی و سه فرزندش به این کشور را تایید کرد. خبرگزاری دولتی الجزایر به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داده این چهار تن روز دوشنبه از لیبیا وارد الجزایر شدند. محمد پسر قذافی که پیش از این از بازداشت خانگی مخالفان فرار کرده بود همراه با هانیبال برادر و عایشه خواهرش نیز هم اکنون در الجزایر به سر میبرند. با این همه شورای ملی انتقالی لیبیا از کشورهای جهان خواسته است تا به حمایت نظامی خود از مخالفان دولت قذافی ادامه دهند. مصطفی عبدالجلیل رئیس این شورا در نشست در قطر آقای قذافی را تهدیدی برای لیبیا و جهان توصیف کرد و خواهان ادامه پشتیبانی ناتو و متحدانش از مخالفان وی شد. آقای عبدالجلیل هشدار داد که نیروهای طرفدار قذافی همچنان دست به انجام ضد حمله های خشونت بار میزنند. بر اساس گزارش ها نیروهای مخالف در مسیر پیشروی به سوی شهر سرت زادگاه معمر قذافی قرار دارند و کنترل شهر کوچک نوفیله را نیز به دست گرفته اند.